به نام خدا. سلام، نوروزی هستم، از مدیران استراتژیک مجموعه بزرگ آراد. تو این پادکست میخوام در مورد اهداف سایت های تجاری صحبت بکنم. و همونطور که میدونیم مدل تجارت در دنیای امروز متفاوت شده، یعنی شیفت پیدا کرده به تجارت الکترونیک و این بستر به تاجرها و یا به افرادی که میخوان وارد دنیای تجارت بشن اجازه میده که یک پایگاهی داشته باشن برای دسترسی آسان‌تر و هرچه سریع‌تر به مشتریان، که حالا میتونه به صورت خدماتی باشه یا میتونه به صورت فروش یک محصول یا کالا باشه. هر چقدر ما دور از تکنولوژی باشیم طبیعتاً امکان داره که شغلمون از دست حتی بدیم، به خاطر اینکه با وجود اومدن هوش مصنوعی خیلی از کارهایی که روتین و قابل پیش بینی هستن سپرده شدن به هوش مصنوعی و امکان هست که در آینده بسیار نزدیک، همونطور که میبینید خیلی از مشاغل از بین رفته، در آینده بسیار نزدیک هم مشاغل دیگه ای از بین برن. اگر که همراه با این تکنولوژی من نباشم، امکان داره شما یکی از افرادی باشی که در آینده بسیار نزدیک شغلت رو از دست بدی. خب یکی از مواردی که باید بدونم در تجارت الکترونیک این هست، خب من یک سایتی رو قرار طراحی بکنم که در این سایت مشتری رو جذب کنم. پس یکی از اهداف طراحی سایت های تجاری به دست آوردن مشتری هست، یعنی سیگنال رو به مشتری بدم تا بتونم مشتری بیشتری رو جذب کنم. هر چقدر این سیگنال قوی تر باشه مشتری بیشتری جذب کنم. جذب مشتری یکی از بخش های بسیار مهم در تجارت هست. مورد بعدی هدف دوم چیه؟ هدف دوم یه بخش اعتماد سازی رو قراره من به مشتری داشته باشم. بنابراین هر چقدر باز زیرساخت قوی تر باشه اون بخش اعتماد سازی هم بیشتر خواهد بود. گرچه اعتماد سازی 100% در وبسایت یا حالا اون سایت های تجاری من ایجاد نمیشه برای خریدار، ولی خب بخش مهمش امکان داره که یه ایجاد اعتماد سازی در خریدار بکنه. پس دو تا هدف اصلی شد. هدف اول به دست آوردن مشتری، دادن سیگنال تا بتونه مشتری بیشتر جذب کنم. دو، یه بخش اعتماد سازی رو در وبسایتم داشته باشم. خب چرا ما از صحبت از وبسایت میکنیم؟ چرا صحبت از فضاهای سوشال مدیای دیگه نیست برای تجارت؟ گرچه تجارت به صورت خورده میتونه در اینستاگرام و حالا فضاهای دیگه مثل تلگرام اینها هم اتفاق بیفته، ولی تجارت به صورت بی تو بی یا بیزینس تو بیزینس یا بی تو سی یا بیزینس تو کاستومر معمولا در وبسایت ها اتفاق میفته. خب علت چم این هست، در اینستاگرام پارامتر و الگوریتم هایی وجود نداره برای ایجاد اعتماد سازی. گفتیم هدف دوم طراحی وبسایت ایجاد اعتماد سازی هست، یعنی خود اینستاگرام نمیتونه الگوریتمی داشته باشه که بتونه پیج های مختلف رو دسته‌بندی بکنه، طبقه بندی بکنه و بهشون رتبه بده. رتبه دادن به نوعی دادن اعتبار هست، ولی در گوگل یا به صورت وبسایت این قابلیت وجود داره. یعنی الگوریتم هایی داریم که بر اساس این الگوریتم ها میتونیم دسته‌بندی بشیم و طبقه بندی بشیم و ما رتبه داده بشه، و هر چقدر هم مطابق با این الگوریتم ها باشیم طبیعتاً ما میتونیم رتبه خوبی بگیریم و اعتماد بیشتری رو برای مشتری جلب بکنیم. پس توجه کنین، وبسایت یا سایت های تجاری هدفشون شد جذب مشتری، دو یه بخش اعتماد سازی. تو مرحله جذب مشتری خب قراره که مشتری بیاد و با ما ارتباط بگیره، بقیه مراحل میره به سمتی که من برم مذاکره کنم با شخص، با اون فردی که من بهش سیگنال دادم و هم اعتماد سازی رو تکمیل بکنم. خب یه بخش اعتماد سازی رو گفتم ما در بخش طراحی سایت های تجاری داشتیم و اینجا قراره که من بیام تکمیلش بکنم و در نهایت هم حالا بتونم شخص رو قانع بکنم که بهش خدماتم رو یا کالام رو بفروشم. پس توجه داشته باشم،
هر چقدر سایت قوی تر جذب مشتری بیشتر. پس تمرکزم رو بذارم روی تکنیک هایی که وجود داره و بتونم سایتم رو رتبه بندی بکنم. دو، هر چه سایت قوی تر اعتماد سازی بیشتر. پس بتونم تو این بخش هم تمرکز بذارم و از تکنیک های لازمش رو استفاده بکنم تا بتونم یک اعتماد و اعتبار اولیه‌ای در خریدار ایجاد بکنم که بقیه مراحل تجارتم آسان‌تر بشه. موفق و پیروز باشیم.